به نام خدا، عرض سلام به همگی، وقتتون بخیر باشه. سلیمی هستم، دبیر درس هندسه و با درس هندسه سه، هندسه کنکور در خدمت. خب درس هندسه سه برخلاف حالا اون چیزی که شاید تصوری از درس هندسه یک و دو داشتید، درس خیلی راحت تریه و معمولا درصدی هم که بچه ها توی این درس میزنن بالاتر از درس هندسه یک و دوه. خب البته درس هندسه یک و دو هم شیرینی خودشو داره و خب یه مقداری حجم مطالب بالاتره، یه مقداری به هر حال پیچ و تابشون بیشتره، باید بیشتر بررسی بشه، باید بیشتر تست داده بشه. اما به هر حال هندسه سه یک کتاب کم حجمیه، سه تا فصل داره، مطالب شدیدن راحت تر از فصل هندسه یک و دوه. و خب هستیم در خدمتتون امسال، انشالله که این سه تا فصل رو به بهترین نحو به طور کامل با هم دیگه پیش بریم. بازم میگم درسش درس راحتی، انشالله که نتیجه بخش بشه مطالبی رو که میگیم، با زحمت شما، با تلاش شما و درصد خیلی خوبی رو بتونیم ازش بگیریم. توی بودجه بندی که درس هندسه سه داره توی کنکور سراسری، بین 6 تا 8 تا سوال معمولا از این سه تا فصل سال 12 میاد که خب به نظرم میشه همش رو زد، یعنی حتی میشه روی همون هفته یا شیشتایی که میاد رو کلش سرمایه گذاری کرد و تقریبا یک 14-15% از درصد کل ریاضی رو زد. و خب انشالله که با هم دیگه پیش میریم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه توضیح خیلی دقیق تری بخوایم بدیم، درس هندسه سه از سه تا فصل تشکیل شده بچه ها. یکی مبحث ماتریس ها رو داریم که حالا به طور کامل توضیح میدیم در موردش این جلسه. مبحث دوم مربوط به مقاطع مخروطی، معادلات دایره رو میخونیم، معادلات بیزی رو میخونیم، معادلات مبحث حالا مقطع سهمی رو میخونیم. فصل دوم رو به این صورت توضیح میدیم و فصل سوم هم مفهوم برداری رو داریم توی فضای سه‌بعدی، نقطه توی فضای سه‌بعدی و مفهوم ضرب داخلی و خارجی. به همین راحتی که گفتم قرار تدریس بشه. بازم تاکید میکنم مباحث راحته، انشالله با کلاس با من پیش برین. مطالبی که میگم، تمرینایی که میدم، و انشالله با هم دیگه به نتیجه مطلوب هم برسیم. خب دوستان اگه سوالی نیست، مقدمه رو هم گفتیم، بریم سر وقت فصل یک، فصل ماتریس ها. خیلی فصل راحت و ساده ایه که بریم ببینیم مثلا مفهوم ماتریس به چه صورته. خب بریم و توضیحات رو شروع میکنیم. قسمت اول تعریف ماتریس ها رو داریم. اصلا ماتریس یعنی چی؟ ببینیم بچه ها، ما اگه بیایم یه تعدادی عدد رو مثل این عددی که اینجا میبینیم مرتب کنیم به صورت سطری و ستونی. مثلا الان اینجا من اومدم یه ماتریس سه در چهار، یعنی یه ماتریس، ببینید یه تعداد عدد رو توی این ردیف ها قرار دادم، به صورت افقی و عمودی یک شکل رو به خودشون گرفتن. یعنی من الان اومدم 12 تا عدد رو اینجا میبینید طوری قرار دادم که یک شکل سطری و ستونی به خودش گرفته. ما به این نحوه نمایش، یعنی نمایش اعداد به صورت سطری و ستونی، میگیم ماتریس. پس تعریف ماتریس رو گفتیم، نمایش تعدادی عدد به صورت سطر و ستون. خب حالا خوب دقت کنید، قراردادی که ما داریم شمارش سطرها، این سطرهای افقی، از بالا به پایینه، یعنی بالا سطر اول، سطر دوم و سطر سوم، و شمارش ستونها از این طرف. پس ستونها رو از سمت چپ به راست شماره گذاری میکنیم، ستون یک، ستون دو، ستون سه و ستون چهار، و سطرها رو هم از بالا به پایین شماره گذاری میکنیم، سطر اول، سطر دوم و سطر سوم. خب این از ماتریس تعریف شده که داخل دوتا کروشه هم گذاشته میشه. و باز ماتریس ها رو با حرف بزرگ، مثل مجموعه ها با حرف بزرگ نمایش میدیم. و خب حالا یه سری مفاهیم دیگه که توضیح میدم. این سطر و ستون ها بچه ها تو هر ماتریس انگار یکی از مشخص های اصلی ماتریسه. مثلا وقتی میگیم ما یک ماتریس داریم، اولین چیزی که پیش میاد چند تا سطر و چند تا ستون داره. خب میایم پایین هر ماتریسی، این گوشه سمت راست، این پایینش، تعداد سطرها رو و تعداد ستون ها رو به این صورت می نویسیم.
سطر ضرب در ستون. یعنی نیا کن، برای ماتریس M اینجوری می نویسیم. می نویسیم یک ماتریس سه تا سطر افقی داره، سه ضرب در چهار تا ستون داره، ضرب در چهار. پس الان بخوایم اینو بگیم، میگیم ماتریس M یک ماتریس سه در چهاره، نه که بگیم دوازده. بچه همین شکلی که اینجا میگم، این یکی از مشخصه های اصلی ماتریسه. پس ماتریس سه در چهار یعنی ماتریسی که سه تا سطر داره، چهار تا ستون داره، به این ترتیب نوشته میشه. به این عددی که اینجا می نویسیم، برای اینکه به هر حال ماتریس رو معرفی کنیم، به این عددی که اینجا نوشته میشه بهش میگن مرتبه ماتریس. پس این ماتریس ما مرتبهش سه در چهار بوده. مرتبه ماتریس میشه انگاری تعداد سطرها ضرب در ستونها. این به ما مرتبه ماتریس رو میده. خب این نکته اول. تعریف بعدی که در مورد ماتریس ها وجود داره، و چانیا کنین به هر کدوم از این عددهایی که داخل این ماتریس قرار میگیره، عدد منهای دو، عدد سه، عدد منهای یک، به تک تک عضوهایی که توی این ماتریس قرار میگیره ما بهشون میگیم درایه های ماتریس. پس درایه ماتریس به هر کدوم از عضوهای این ماتریس گفته میشه که توی این سطر و ستون ها قرار گرفته شد. خب حالا خوب دقت کنین، من وقتی یه ماتریس داشته باشم تعداد سطر و ستوناش هم خیلی زیاد باشه، مثلا یه ماتریس داشته باشیم 7 تا سطر داشته باشه، 6 تا ستون داشته باشه. خب ببین، ما اگه بخوایم مثلا یکی از عددها اینو معرفی کنم، مثلا بگم امیرعلی مثلا این ماتریس مثلا چی میشه، خب یا این عضوش مثلا منهای دوش مثلا من لازم دارم، خب شما تو ماتریس ممکنه 10 تا منهای دو داشته باشی. خب پس نمیشه اینو ما همینجوری رو هوا ول کنیم، هر کدوم از عضوش خواستیم حتما باید بگیم خب این عضو منظورمه. میایم به اینا یک آدرس میدیم، یعنی هر کدوم از این درایه هایی که توی این ماتریس قرار میگیره هر کدومشون یک آدرس داره. خب حالا ما این آدرس رو چه جوری مینویسیم؟ بچه‌ها نیا کنین، ما میایم برای هر کدوم از درایه ها می نویسیم مثلا درایه آی جی، که خب این انگاری چی رو به ما میده؟ آ مثلا همون درایه است دیگه، یعنی میگیم درایه آی جی. حالا آی چیه؟ آی کوچیک انگاری به ما سطر رو میده و جی کوچیک شماره ستون رو میده. مثلا خوب دقت کن، برای این ماتریسی که اینجا هست، البته من آی که اینجا نوشتم بچه بستگی به اسم ماتریس داره، مثلا برای این ماتریس میشه ام آی جی. هر حرف بزرگی که باشه درایه هاش با حرف کوچیک اون ماتریس نمایش داده میشن، پس میشه ام آی جی. من الان اگه بخوام منهای 5 رو بهش آدرس بدم، میگم این منهای 5 توی سطر اول قرار گرفته و توی ستون دوم قرار گرفته، پس ام 1 2 برابر با منفی 5. پس درایه 1 2 یعنی درایه‌ای که تو سطر اوله و توی ستون دومه برابر با منهای 5. مثلا میخوام به این آدرس بدم، میگم که این 2 توی سطر دوم قرار گرفته و توی ستون سوم قرار گرفته، پس میشه ام 2 3 مساوی با 2 شده. پس شکل کلیش میشه آی آی جی یا ام آی جی، که اون آدرس پایین معرف جایگاه اون درایه توی ماتریسه. من اگه کنار اینو بخوام بنویسم، ببین میشه این آی 1 1 سطر 1 ستون 1. فرض کنم بخوام کنار این بنویسم، میشه سطر 2 ستون 4، میشه 2 4. پس به این شکل ماتریس معرفی شد. مرتبه ماتریس رو گفتیم، تعداد سطر و ستون‌ها رو به ما میده، خیلی ترتیبشون مهمه بچه ها. همیشه اولین عددی که ما این ور می نویسیم سطر، بعد ستونه. و این که گفتیم هر کدوم از این درایه‌ها که همون عضوهای ماتریس هستن یک آدرس دارن و ما میتونیم اون آدرس رو بدیم و اون عدد رو ازشون بگیریم. خب این تعریف ماتریس هاست. یه مثال خیلی ساده هم براتون گذاشتم، گفته که ماتریس مقابل رو در نظر بگیرین، مرتبه ماتریس رو بنویسید. خب مرتبه ماتریس گفتیم میشه سطر ضرب در ستون. میایم توی این قسمت نگاه میکنیم، میبینیم ماتریس ما 1 2 3
و 4 تا سطر داره. پس سطرهاش برابر با 4 بودن و تعداد ستونهاش هم اگه نگاه کنین 2 تا ستون داره. پس تعداد ستونها هم برابر با 2 میشه. پس تا اینجای کار مرتبه ماتریس رو ما میتونیم حساب کنیم. مرتبه این ماتریس برابر با تعداد سطرها در تعداد ستونهاش میشه. پس یک ماتریس 4 در 2 داریم. خب این از مرتبه ماتریس. مورد بعدی گفته که درایه های واقع در سطر دومش رو بنویسیم. بچه ها اصلا بیایم آدرس بدیم و ببینیم هر کدوم از اینا کجا قرار گرفته. من اگه این 1 رو بخوام بهش آدرس بدم، میگم این عدد 1 توی سطر اول و ستون اول قرار گرفته. الان اینجا اسم ماتریس هم آه، پس من با آه کوچیک می‌نویسم. آه 1 1، آه 1 1 عدد 1 میشه. بعدی عدد 2 رو نگاه کن. عدد 2 تو سطر اول تو ستون دومه، پس میشه آه 1 2. آه 1 2 برابر با 2 میشه. بعدی میخوام 3 رو آدرس بدم بهش، میشه آه سطر دوم 2 و ستون اول 1. آه 2 1 برابر با 3 میشه. بعدی میشه آه سطر دوم ستون دوم آه 2 2. آه 2 2 برابر با منفی 1 میشه. و به همین شکل میایم پایین. بعدی رو نیا کن، این الان تو سطر سوم قرار گرفته. آه 3 1، آه 3 1 برابر با منفی 2 میشه. و به همین ترتیب که حالا من اگه بخوام بقیه رو بنویسم، آه 3 2 مساوی 0، آه 4 1 مساوی 4 و آه 4 2 هم مساوی با 5 میشه. خب این از درایه هاش که تک تک بهشون آدرس دادیم. و حالا گفته که درایه های واقع در سطر دومش رو بنویسیم. حالا فقط سطر دوم رو میخواست، که سطر دوم یکی این 2 1 میشه و یکی هم 2 2. فقط اینا رو از ما میخواست، حالا نوشتن بقیهشون اضافه بود. پس اینم از نحوه نوشتن یک ماتریس کلیات تعریفی، یعنی چیزی که برای ماتریس شما باید بدونین به عنوان تعریف. یکی نوشتن مرتبه ماتریسه و دیگری هم این که شما چطوری درایه هاشو مشخص کنید. اگه سوالی هست بفرمایید، اگه نه که ادامه میدیم. حالا همینطور که داریم میریم جلوتر، اینجوری هم نیست که همیشه یه ماتریس رو بده بعد به ما بگه خب سطرشو بگو، نمیدونم ستونشو بگو. خب اینا خیلی راحته، چیز کاملا واضحه، ولی باید بلد باشه. خیلی وقتا بچه ها خود ماتریس رو به ما نمیده. یعنی الان اینجا یه ماتریس به ما داده که بر حسب آی و جی نوشته شده، ولی درایه های ماتریس مشخص نیستن. خب حالا اینجا باید با توجه به مفاهیمی که گفتیم اون درایه های ماتریس رو بنویسیم. الان یه ماتریس داریم، ماتریس 2 در 3. خوب دقت کن، مرتبه ماتریس اینجا برای ما مشخصه. یه ماتریس 2 در 3 داریم. پس من میام ماتریس 2 در 3 مشخص میکنم، ماتریسی که تعداد سطراش 2 تاست و تعداد ستوناش 3 تا بوده. ببین 3 تا ستون داره و 2 تا سطر داره. یه ماتریس 2 در 3 بوده. این دایره ها رو هم بکشیم خیلی خوب و راحته. من الان تک تک این درایه ها رو باید حساب کنم. گفته ماتریس رو با درایه هاش بنویسیم. من بیام به این درایه هایی که دارم آدرس بدم. ببین این درایه اولی 1 1 بوده، سطر اول ستون اول. درایه بعدی 1 2 بوده، سطر اول ستون دوم. بعدی 1 3 بوده، سطر اول ستون سوم. پایینی رو نگاه کن، آه 2 1 بوده انگاری، سطر دوم ستون اول. بعدی سطر دوم ستون دوم، داریم میبینین. و مورد آخر سطر دوم و ستون سوم. این هم 2 3 بود. خب پس الان آدرس اینا رو هم دادیم. بچه ها من گفتم آی، حالا خودش گفته، گفته آی سطر و جی ستون ماتریسه. آی سطر و جی هم ستون. پس من بیام اینجا برای هر کدومشون آی و جی رو قرار بدم. نیا کن، آی 1 1 مساوی میشه با
من اینجا اگه بذارم میشه یک به توان دو به علاوه سه ضرب در یک که برابر با چهار میشه. پس من جای آی یک گذاشتم و جای جی هم یک گذاشتم. از اینجا آی یک یک به دست اومد و عدد چهار. بعدی آی یک دو رو بخوام حساب کنم، یعنی این درایه که اینجا هست، میام توی این میذارم یک به توان دو به علاوه سه تا، اینم سه ضرب در دو. یک به توان دو به علاوه سه ضرب در دو. خب این شیشه به علاوه یک میشه هفت. پس درایه بعدی برابر با هفت بوده. بریم درایه بعدی. آی یک سه، یعنی سطر اول و ستون سوم که من اگه بیام اینجا بذارم میشه یک به توان دو به علاوه سه ضرب در سه، که خب در اینجا میشه ده، میشه ده دیگه، یک به علاوه نه برابر با ده میشه. خب بقیهش هم به همین صورته. آی دو یک رو باید حساب کنیم. آی دو یک، یعنی این دفعه به جای آی عدد دو رو بذاریم و جی رو بذاریم یک. دو رو که بذاریم میشه دو به توان دو به علاوه سه ضرب در یک. خب چهار به علاوه سه میشه هفت. پس این درایه بعدی هم عدد هفت میشه. باز به همین صورت آی دو دو رو حساب میکنیم. دو به توان دو به علاوه سه ضرب در چهار به علاوه شیش عدد ده رو میده. پس بعدی هم ده بوده. و مورد آخر آی دو سه رو اگه حساب کنیم دو به توان دو به علاوه سه ضرب در سه. در نهایت چهار به علاوه نه رو داریم که عدد سیزده رو میده و این درایه آخر هم عدد سیزده خواهد شد. خب پس این هم نحوه نوشتن درایه های ماتریس. بچه دقت کنیم، ما یه همچین سوالی رو باید انتظار داشته باشیم که تو امتحان نهایی هم بیاد. یعنی ما تو امتحان نهایی اگه حالا اون دفتر امتحان، دفترچه امتحان نهایی رو نگاه کنی توی هفت دوره اخیر، هشت دوره اخیر، میبینی که دقیقا یه همچین سوالی اومده، یک تا یک و نیم نمره هم داره. پس یکی نحوه نوشتن ماتریسه. بچه ما از این به بعد اگه درایه های ماتریس رو به ما نداد و یک رابطه داد که حالا در ادامه هم داریم، باید ببینیم که به این صورت با توجه به آدرسی که درایه ها دارن ما میتونیم ماتریس رو بنویسیم. خب اگه سوالی دوستان دارن بپرسن، اگه نه که ادامه بدیم. خب بریم ادامه بدیم. یه مثال دیگه از این قسمت. گفته ماتریس آ یه ماتریس 3 در 2 بوده که به این صورت تعریف شده. حالا حتما قرار نیست به مثال قبلی یه آی و جی با یک رابطه بده. خب ممکنه آی و جی رو بیاد سه ضابطه ای کنه یا دو ضابطه ای بده. خب حالا داریم حالت های مختلفش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. یه ماتریس 3 در 2 به ما داده به این صورت و بعد گفته که این ماتریس رو با درایه هاش یا با اون عضوهاش مشخص کنیم. خب پس یک ماتریس 3 در 2 داریم، ماتریسی که تعداد ستونهاش 2 و تعداد سطرهاش 3 تا بوده به این صورت. یک ماتریس 3 در 2. باز من میام به تک تک درایه هاش آدرس میدم، میگم این درایه 1 1 بوده، این درایه 1 2 بوده، سطر اول، ستون اول و دوم. بعدی سطر دوم ستون اول، سطر دوم ستون دوم، آه 2 1 و آه 2 2. بعدی آه 3 1 و آه 3 2، سطر سوم ستون اول و سوم، اول و دوم. خب ببین حالا باید بریم از اینجا درایه هاشو حساب کنیم. آی یک یک، خب اگه دقت کنین آی یک یک تو حالتی اتفاق افتاده که آی با جی برابره، یعنی حالت وسط، سطرش با ستونش برابره. پس خوب دقت کن، من باید این یک یک رو تو رابطه وسط بذارم چون آیش با جیش برابره. تو رابطه وسط میشه یک ضرب در یک برابره با یک خواهد شد. خب این از این. مورد بعدی آی یک دو رو میخوام حساب کنم. آی یک دو مساوی میشه با، خب آی یک دو اینجا آی کوچیکتر از جی بوده. ببین آی از جی کوچیکتره. ما اگه چک کنیم اینو تو رابطه سوم میبینیم. خب آی کوچیکتر از جی بوده، پس میشه آی منهای جی، یعنی یک منهای دو مساوی با
منفی یک بوده. پس من منفی یک رو اینجا میذارم. مورد بعدی آی دو یک. خب آی دو یک که اتفاق میفته؟ یعنی منظورش این بوده که آی از جی بیشتر بوده. آی از جی بیشتر بوده. خب آی اگه بخواد از جی بیشتر باشه میفته تو اون رابطه بالایی. ببین آی به علاوه جی زمانی که آی از جی بیشتره. پس من میذارم تو این بالایی میشه دو به علاوه یک. پس این میشه سه. بریم مورد بعدی. آی دو دو رو داریم. آی دو دو خب همینطور که مشخصه دیگه آیش با جی برابره. آی دو دو میشه آی مساویه با جی. خب در نهایت من اگه بیام اینجا توی این وسطی انگار اینو قرار بدم میشه دو ضرب در دو. دو ضرب در دو میشه چهار. البته بگم بچه‌ها اینا نوشتنشون دیگه الان فکر کنم خودتون چند بار از اون موقع ماتیسه رو نوشتین. من الان فقط صرفا برای یادگیری میگم، هی تکرار میکنم تو ذهنتون بمونه. ولی این سوالات جز ساده ترین سوالات این فصله. نوشتن این همه اطلاعات هم واقعا لازم نیست. یعنی حتی تو امتحان نهایی هم از شما نمیخوان همه اینو بنویسین. ماتریس نهایی رو بنویسین، نمرش رو میگیرین اگه سوال سوال تشریحی باشه. خب پس ببین تا اینجا این درایه هاشو حساب کردیم. دو تای پایینی آی سه یک. خب آی سه یک آی از جی بیشتره. آی از جی بیشتره پس میاد توی بالایی قرار میگیره. توی بالایی قرار میگیره میشه انگاری سه به علاوه یک مساویه با چهار. و مورد آخر آی سه دو. آی سه دو رو هم اگه من حساب کنم در واقع میشه انگاری باز دوباره آی از جی بیشتره. آی از جی بیشتره میره تو بالایی، سه به علاوه دو برابره با پنج خواهد شد. پس این هم از درایه های ماتریس سه در دوی که باز اینجا به ما داده بود. این دفعه رابطه انگار سه ضابطه‌ای بودن و بازم دیدیم که با توجه به مقایسه‌ای که انجام دادیم درایه ها به دست اومدن. خب بریم سوال بعدی. خب حالا ببینیم تو تستا چه جوری از این تعریف ماتریس میاد. گفته یه ماتریس دو در سه داریم که به این صورت معرفی شده. گفته مجموع درایه های این ماتریس، یعنی باز دوباره اینجا از ما میخواد که ما بریم درایه هاشو حساب کنیم. پس یه ماتریس بی داریم که تعداد سطراش، بچه ها دقت کنین، گفتیم اولی سطره، اولی گفتیم سطر و بعدیشو گفتیم ستون ماتریسه. سطر در ستون میشه دو در سه. پس انگار سه تا ستون داشتیم و در واقع دو تا سطر داشتیم. باز آدرساشو بنویسیم، یک یک، یک دو، یک سه. خب سطر بعدی دو یک، دو دو و دو سه. این آدرس هر کدوم از این درایه هاست. و خب حالا نیا کنین، مثلا آی یک یک یا بی یک یک فرق نمی کنه. بی یک یک من الان میدونم آی با جی برابره. زمانی که آی با جی برابره میفته تو پایینی، پس میشه منهای یک به توان دو به علاوه دو ضرب در یک که برابره با یک میشه. مورد بعدی بی یک دو، حالتیه که آی از جی کوچیکتره. خب آی از جی کوچیکتر میره تو بالایی، پس میشه سه ضرب در یک منهای دو. یعنی اینجا فقط آی رو داریم، سه ضرب در یک منهای دو برابره با یک میشه. خب پس اینجا هم میشه یک. مورد بعدی ما اگه بی یک سه رو حساب کنیم، باز آی از جی کوچیکتره، باز میره تو بالایی، میشه انگاری سه تا یک منهای دو مساویه با یک. پس سطر اولش همش یک شد. بریم سطر بعدیش حساب کنیم، بی دو یک. بی دو یک اگه دقت کنین آی از جی بیشتره. خب آی از جی بیشتر باشه میاد تو سطر پایینی دیگه. توی پایینی رو اگه من بخوام حساب کنم میشه منهای دو به توان دو به علاوه دو ضرب در یک. پس میشه منهای چهار به علاوه دو میشه منهای دو. پس این میشه منهای دو تا اینجا. درایه دو دو رو داریم. درایه دو دو باز دوباره نیا کن، اینجا حالتیه که آی با جی برابر شده، یعنی میفته توی پایینی، پس میشه منهای دو، البته باید بیرون باشه، منهای دو به توان دو به علاوه دو ضرب در دو. این میشه منهای 4 به علاوه 4 میشه 0 و
و درایه 2 3 رو اگه حساب کنیم باز آی از جی کوچیکتره و میره تو بالایی، میشه 3 ضرب در 2 منهای 2، میشه 6 منهای 2 برابر با 4 خواهد. خب حالا از اینجا سوال چی خواسته؟ مجموعه این درایه ها رو از ما میخواد. مجموعه درایه ها سطر اول که میشه 3، سطر دوم که بوده در واقع 2، 2 و 3 هم برابر با 5 میشه. پس مجموعه درایه ها مساویه با 5 خواهد شد و خب مشخصه که جواب تست هم گزینه 4 میشه. این هم یه مورد راحت. بیشتر حالا این سوالات جدا از اینکه جنبه آزمونی داشته باشه جنبه یادگیری داره که ما بدونیم ماتریس رو از این به بعد به چه صورتی بنویسیم. خیلی عالی. خب حالا که ماتریس رو شناختیم، یاد گرفتیم که هر ماتریسی یه مرتبه داره، تعداد سطر و ستوناش رو مشخص میکنه و آدرس دهی به درایه ها رو توضیح دادیم، حالا میخوایم در مورد انواع ماتریس ها صحبت کنیم. بچه ها اون چینشی که ما به هر حال تعریف کردیم به عنوان ماتریس میتونه حالت های مختلفی به خودش بگیره. یکی از اون حالت ها حالتیه که تعداد سطر و ستون ها با هم دیگه برابر باشه. ببین الان اینجا ماتریس امی که من برات نوشتم یه ماتریسیه که تعداد سطراش 3 تاست و تعداد ستون هاش هم 3 تاست، یعنی من الان یک ماتریس 3 در 3 دارم. ما به ماتریسی که تعداد سطرها و ستوناش با هم دیگه برابر باشه میگیم یک ماتریس مربعی. پس ماتریس مربعی تعریفش اینجا نوشته شده، اگر تعداد سطر و ستون یک ماتریسی با هم دیگه برابر باشه اون ماتریس ما میگیم ماتریس مربعی. خب بچه ها همونطور که تو شکلش داریم میبینین، خب شکل مربع به خودش گرفته. هر ماتریسی دو تا قطر داره، هر مربعی دو تا قطر داره. خب هر مربعی دو تا قطر داره. خب که ما اینجا به این قطری که حالا شامل عدد 3 0 و منفی 1 بوده به این میگیم قطر اصلی و به این قطر این طرفی میگیم قطر فرعی. خیلی هم با قطر فرعی کار نداریم. خب درایه های روی این قطر رو میگیم درایه روی قطر اصلی. حالا شاید یکی از دلایلی که ما به این میگیم قطر اصلی بچه ها اینه که اگه بیایم آدرس درایه هاشو حساب کنیم، این یکیه که یک، این دو دوه، این سه سه، و میتونیم الان بگیم که درایه های روی قطر اصلی سطر و ستون یکسان دارن. یعنی اگه باز ما یه ماتریس 4 در 4 داشته باشیم میشه 1 1 2 2 3 3 و 4 4. شاید دلیل اصلی بودنش رو این گذاشتیم، چون به هر حال ما داریم تعریف میکنیم ماتریس رو. پس قطر اصلی میشه این قطر این طرف، من اینو دیگه پاک کنم. قطر اصلی میشه همینی که من هایلایت کردم براتون، آی 1 1 آی 2 2 آی 3 3 میشه قطر اصلی، اون یکی هم میشه قطر فرعی. تو ماتریس مربعی هم فقط مفهوم قطر اصلی و قطر فرعی رو داریم، توی ماتریس دیگه اصلا همچی چیزی معنی نداره. پس ماتریس مربعی سطر و ستونش یکیه و درایه روی قطر رو هم توضیح دادیم. خب تست شماره 2، من یه نکته قبلش بگم بچه ها، نیا کنین الان که دیگه فهمیدیم ماتریس ما مربعیه، خیلی وقتا تو تستا نمیگه در یک ماتریس مربعی 3 در 3، میاد اینجوری بنویسه، به جای اینکه بگه ماتریس مثلا 3 در 3 میگه که ماتریس آ از مرتبه 3. بچه ها وقتی که شما از این به بعد یه همچین عبارتی رو دیدین، گفت ماتریسی از مرتبه فلان، این یعنی اون ماتریس مربعی بوده و مرتبهش 3 در 3 بوده. ما خلاصش میکنیم و مثلا ماتریس 3 در 3 رو مینویسیم آ 3. وقتی که سطر و ستونش یکی باشه فقط آ 3 مینویسیم. کسی که اینو تو ماتریس ها ببینه به این نتیجه میرسه که خب یه ماتریس مربعی داریم که سطر و ستونش با هم دیگه برابره. پس یه ماتریس 3 در 3 داریم اینجا و میگی ماتریس آ از مرتبه 3. پس من اینجا حالت کلیش هم بنویسم، ماتریسی که n در n باشه میشه اینجوری نوشتش، آ از مرتبه n. خب گفته در ماتریس مربعی ای از مرتبه 3. این که گفته یک مربعی از مرتبه 3 داریم، یعنی ماتریس ای ما یک ماتریس 3 در 3 خواهد بود. خب این تا اینجا. پس ماتریس ای یک ماتریس 3 در 3، یک ماتریس مربعی
سه در سه داریم. خب گفته که درایه سطر آ و ستون بی از این رابطه به دست میاد. ببین ما اونجا گفتیم سطر رو با آی نشون بده، ستون رو با جی نشون بده. حالا اینجا اومده تغییر داده، گفته سطر رو با آ نشون دادیم و ستون رو با بی. حالا برای که ما هم قاطی نکنیم بگیم آقا سطر بوده همون آی، ستون بوده جی، پس این قسمت اینجا میشه آی به میشه جی به توان آی، چون ما با اینا راحت تریم دیگه. پس اومده گفته که هر کدوم از این درایه ها یعنی ای آی جی از رابطه جی به توان آی به دست اومده. خب یا اگه بر اساس آ و ب بنویسیم، یا بگیم ای آ ب مساوی با بی به توان آ، فرقی نمیکنه. من برای اینکه چون با جی و آی راحت تریم نوشتم. میگه که هر کدوم از درایه‌هاش از این رابطه به دست میاد. خب حالا ببینیم چی میخواد از ما. گفته اختلاف مجموع درایه‌های دو تا قطرش رو حساب کنیم. یعنی بچه ها ما در نهایت این اعداد رو احتیاج داریم، یکی اعداد روی قطر اصلیش رو احتیاج داریم و یکی هم اعداد روی قطر فرعیش رو احتیاج داریم، درسته؟ ما باید اینا رو حساب کنیم. خب تست دیگه چه کاریه؟ بریم اون چهار تای دیگه رو حساب کنیم. فقط میریم سر وقت همینا، آی یک یک، بعدی سطر اول ستون سوم، بعدی سطر دوم ستون دوم، سطر سوم ستون اول و سطر سوم ستون سوم. ما احتیاج داریم که اینا رو حساب کنیم. خب ای یک یک گذاشته میشه، میشه یک به توان یک میشه یک، ای یک سه میشه سه به توان یک میشه سه، پس تا اینجا این یک شد، این هم سه. بعدی ای دو دو رو باید حساب کنیم، ای دو دو میشه دو به توان دو چهار، ای سه یک رو باید حساب کنیم، یک به توان سه یک، و ای سه سه رو حساب کنیم، سه به توان سه 27 شده. خب با یه جایگذاری درایه که میخواست رو حساب کردیم، ما اول بیایم مجموع قطر اصلی رو حساب کنیم. مجموع قطر اصلی اگه دقت کنیم یک با چهار پنج، پنج و 27 میشه 32، این قطر اصلیشه. و مجموع قطر فرعی میشه درایه این طرف، یک با چهار پنج، پنج و سه میشه 8، اینم برابر با 8 خواهد شد. و حالا 32 منهای 8 رو اگه ما حساب کنیم، 32 منهای 8 برابر با 24 میشه. خب یه سوال راحت و جواب هم گزینه 4. خب تا اینجا اگه سوالی هست، فکر میکنم چیز خیلی ساده و روتینیه از نظر من، البته خب بچه هم فکر میکنم با من هم نظرن. مبحث ماتریس هم مبحث راحتیه، همش عدد گذاریه، همش محاسبات عددی خیلی ساده است که به این صورت. پس قطرها رو اومدیم حساب کردیم و بعد اختلاف مجموع قطرها رو به دست آوردیم. خب تا اینجا اگه دوستان سوالی هست بپرسیم، اگه نه که یه استراحت کوتاه بدیم در حد چند دقیقه و باز دوباره برگردیم و ادامه مطالب. تا اینجا تعریف ماتریس های مربعی رو داشتیم، خاصیت هاشون هم گفتیم. خب باشه، تا اول ماتریس های خاص که حالا بعد یه استراحت کوتاه میگیم. الان ساعت 5:30، یه 5-6 دقیقه استراحت بدیم، فکر میکنم تا ساعت 5:40، تا ساعت 5:40 یه استراحت کوتاه داشته باشیم و ادامه کلاس رو با هم دیگه پیش ببریم. فعلا خسته نباشید. خب سلام مجدد، خسته نباشید دوستان. صدا اوکیه درسته؟ آها خیلی. خب بریم ادامه قسمت ماتریس ها رو بگیم. تعریف اولیه ماتریس رو گفتیم، ماتریس مربع یه مثال هم ازش حل کردیم. رسیدیم به قسمت بعدی، چند تا ماتریس خاص رو بیایم تعریف کنیم، حالا که یک شرایط خاصی تو مرتبه یا درایه هاشون دارن. نوع اول ماتریس سطریه.
بچه هر ماتیسی که فقط یه سطر داشته باشه رو ما بهش میگیم ماتیس سطری، ولی دیگه تو تعداد ستوناش هیچ محدودیتی نداره. یعنی مثلا نیا کن اینجا رو، الان ماتیس آ با درایه های 0 1 مثلا منهای 1 4 7 12، الان این میشه یک ماتریسی که یک سطر داره، 2 4 6، 1 در 6 میشه. پس ماتریس سطری به ماتریسی گفته میشه که یک سطر داره و تعدادی ستون. به طور مشابه ما ماتریس ستونی رو داریم. ماتریس ستونی یعنی ماتریسی که یک ستون داره و تعداد زیادی سطر، یا حالا یه تعدادی سطر، مثل این ماتریسی که 3 در 1 بوده، یا مثلا مثل این ماتریسی که به این صورت بوده، 1 1 -1 4، یه ماتریس 4 در 1. خب ماتریس سطحی ستونی رو گفتیم. ماتریس بعدی ماتریس صفره. خب ماتریس صفر مرتبهش خیلی حساس نیست، یعنی حتما قرار نیست یه ماتریس با مرتبه مشخصی باشه. یه ماتریس با هر مرتبه ای به شرطی که تمام درایه هاش صفر باشن. ببین الان ما اینجا یه ماتریس صفر 2 در 3 داریم، اینجا یک ماتریس صفر 3 در 4 داریم. پس ماتریس صفر ماتریسیه که تمام درایه هاش صفر باشه. و بچه ها برای اینکه این ماتریس صفر با صفر عددی اشتباه نشه، قرارداد میکنیم اون رو یک او نشون میدیم و یه خط هم میذاریم روش. حالا یه دونه یه خط هم روش قرار میگیره، این میشه ماتریس صفر. پس حواست باشه ماتریس صفر یه او که میذاری یه خط هم روش، منظورش اینه که با اون عدد اشتباهش نگیری که تمام درایه هاش هم صفر بوده. خب مورد بعدی که خیلی هم توی تعریف های امتحان نهایی زیاد میاد، توی قسمت های صحیح غلط، و حالا کار نداریم امتحان نهایی یه سری تعریف داریم، ماتریس اسکالر، ماتریس همانی و ماتریس قطری. حالا اینا رو توضیح میدم یعنی چی. هر سه تا اینه که الان در موردشون گفتم ماتریس های مربعی هستن. نوع اولش ماتریس قطریه. بچه ها ماتریس قطری، خب ما داریم در مورد قطر صحبت میکنیم. توی این ماتریس هایی که گفتیم فقط مربع بود که قطر اصلی فرعی داشت، حالا برای ما هم قطر اصلی مهمه. ماتریس قطری یه ماتریس مربعیه، خب یه ماتریس مربعیه که خب وقتی مربعی باشه به این شکل دیگه، خب که درایه های خارج از قطر اصلیش، بچه ها این قطر اصلیشه، درایه های خارج از قطر اصلیش صفره. اون بقیه درایه هایی که بالا یا پایین میبینی همشون صفرن. ما به این ماتریس میگیم یه ماتریس قطری. خب حالا میتونه این ماتریس حتی 2 در 2 باشه. مثلا بعدی رو نیا کن، 3 منهای 5 0 0، باز این هم یه ماتریس قطریه. میتونه یه ماتریس 4 در 4 باشه. پس یه ماتریس مربعیه که همه درایه ها بجز قطر اصلیش صفرن. گفته در ماتریس قطری داده شده مقدار M رو پیدا کنید. خب نیا کن ماتریسمون قطراش که این دوتا، اگه بخواد قطری باشه باید بقیهشون صفر باشه، یعنی این صفر بوده، یعنی M منهای 1 مساویه با صفر بوده، یعنی M 1 بوده، پس M برابر با 1 میشه. بریم قسمت بعدی. تعریف بعدی مربوط به ماتریس اسکالره. ماتریس اسکالر دیگه چیه؟ ببینین ماتریس اسکالر یه ماتریس قطریه. حالا ماتریس قطری که گفتیم همه درایه‌ها به جز قطر اصلیش صفر باشه. میگیم یه ماتریس قطریه که حالا رو ماتریس قطری ما میتونستیم هر عددی رو قطرش داشته باشیم، 3 -5 -1 -2 -5، هر عددی. ولی میگیم این دفعه ماتریس قطری که درایه‌های روی قطر اصلیش یکی باشن، مثل این 3 3 3، یا مثلا یکی دیگه رادیکال 2 رادیکال 2، و بقیه صفر باشن. پس ماتریسی که ماتریس مربعی که قطر اصلیش عددهایی مثل هم داشته باشه و ما بقیه درایه ها صفر باشه. و ماتریس همانی میشه ماتریس اسکالری که، یعنی اینش که با هم برابرن هم اوکیه، ماتریس اسکالری که درایه های روی قطر اصلیش یک باشن. یا اینجوری بگم ماتریس مربعیه که درایه های قطر اصلیش یک باشه و بقیه درایه هاش برابر با صفر باشه. این میشه ماتریس همانی یا ماتریس واحد بهش میگن. با نماد آی نشونش میدیم. خب مثلا اگه من بنویسم آی 2 میشه یه ماتریس، حالا اونجا هستش دیگه،
یعنی یه ماتریس همانی دو در دو. ببین اینجا داریم، اگه بنویسم آی سه یعنی یه ماتریس همانی سه در سه که بجز قطر اصلی همه صفرن، قطر اصلی هم برابر با یک بوده. اینم از ماتریس های مربعی، اسکالر و همانی که حالا بریم یه نکته هم در مورد اینا یه مثال گذاشتیم. گفته در عبارت زیر جاهای خالی رو با واجه مناسب پر کنید تا گزاره درست حاصل بشه. خب هر ماتریس قطری یک ماتریس چی بود؟ گفتیم ماتریس قطری میشه یه ماتریس مربعی که قطر اصلیش، حالا کار نداریم غیر از قطر اصلیش صفر باشه دیگه، درسته؟ میگیم هر ماتریس قطری یک ماتریس مربعیه. شرط لازمش مربعی بود. بعدی گفت هر ماتریس قطری که درایه های روی قطر اصلی اون برابر باشن. خب ببین مثل این، برابر باشن ماتریس چی بود؟ گفتیم یک ماتریس اسکالر بهش میگیم. چه ماتریس اسکالر؟ و مورد آخر گفته که ماتریس مربعی وقتی همانیه که درایه های قطر اصلیش 3 1 و سایر درایه ها 0 باشن. اینم از تعریف ماتریس همانی. حالا توی تستا چجوری از این تعریف ها سوال میاد ببینیم. گفته اگر ماتریسی با این مشخصاتی که اینجا داریم ببینیم، یه ماتریس 3 در 3، گفته یه ماتریس قطری باشه، نسبت بی به آر رو حساب کنیم. خب ما میدونیم اگه این بخواد قطری باشه باید این درایه هایی که این پایین میبینیم و این درایه هایی که این بالا میبینیم، خوب دقت کنید، درایه هایی که این پایین و بالا قرار گرفتن، حالا من اینو بد مشخص کردم، آره این قطر اصلیشه. گفتیم درایه هایی که پایین و بالای قطر اصلیش قرار میگیرن، این دوتا پایین و بالا، اینا باید صفر باشد، چون ماتریس قطری گفتیم بجز قطر اصلی باید همه صفر باشه. خب پس این پایینی ها که بخوان صفر باشن، سی خودش صفره، اون دوتا هم که اوکی هن صفره. این بعدی، این اینجا ها صفر بوده، خب این درسته، این دوتا هم باید صفر بشن، یعنی دعای منهای سه بی به علاوه پنج باید صفر باشه و سه آی به علاوه بی منهای دو باید مساویه با صفر بشه. من برای اینکه یه دستگاه بتونم حل کنم میام این پایینیه رو لب داره یه سه میکنم، عدد دارم میبرم اون طرف، دو آ منهای سه بی مساوی منفی پنج و نه آ به علاوه سه بی مساوی با اینم که بره اون طرف مساوی با شیش میشه. پس اینا خط میخورن، آ مساوی میشه با اینجا 11 تا داشتیم دیگه، اینجا هم که میشه یک، میشه 1/11. پس آ تا اینجا برابر با 1/11 میشه. خب این تا اینجا، حالا من بیام 1/11 و جای یکی از این پایینی یا بالا یا بذارم فرق نمیکنه. مثلا اگه بذارم جای این میشه 2/11 منهای 3 بی به علاوه 5 مساوی با 0. پس سه بی مساوی میشه با 55 به علاوه 2/11 که میشه 57/11. خب سه بی میشه 57/11 و بی هم از اینجا به دست میاد 57/33. خب ما این دوتا رو حساب کردیم، هم آ و هم بی. سوال به ما گفته نسبت بی به آ رو حساب کن، یعنی 57/33 به روی 1/11. ساده کنیم میشه 57/3 و مساویه با 19 خواهد شد، چون 33 با 11 خط میخوره. پس نسبت بی به آ رو هم از اینجا به دست آوردیم میشه 19 و توی گزینه هم داریم دیگه، جواب هم گزینه 4 میشه. پس اگه ما میخواستیم این ماتریس یه ماتریس قطری بشه، کاری که انجام میدادیم این بود که درایه های غیر از قطر اصلیش باید برابر با 0 میشد. خب این هم از این. میریم برای قسمت بعدی یه دو تا ماتریس دیگر هم تعریف کنیم. انواع ماتریس هامون تموم میشه و حالا نوعهای مختلفی که لازم بود و گفتیم.
دو تا ماتریس دیگه داریم، ماتریس پایین مثلثی و ماتریس بالا مثلثی. این یعنی چی؟ ببینیم بچه‌ها، یکی از ماتریس هایی که الان گفتیم این بالای قطر اصلیش صفره، یکی از ماتریس ها پایین قطر اصلیش صفره. خب نگاه کن، عملا توی اون ماتریسی که بالای قطر اصلیش صفر بوده، سنگینی اعداد وزن اون ماتریس میفته پایین. پس ما به این ماتریس میگیم ماتریس پایین مثلثی. پس ماتریس پایین مثلثی به ماتریسی گفته میشه که سنگینی اعدادش پایین باشه. یعنی چی؟ یعنی بالا صفر باشه. به طور مشابه این ماتریس رو نگاه کن، صفراش این پایین هن. سنگینی این ماتریس بالاه. پس ماتریسی که صفراش پایین و سنگینیش بالا بهش میگیم ماتریس بالا مثلثی. پس ماتریس پایین مثلثی سنگینیش پایینه، عددش صفر بالا، خب بالای قطر اصلیش صفره. ماتریس بالا مثلثی سنگینی اعداد وزن اعدادش بالاست، پس صفرا پایینن، این میشه ماتریس بالا مثلثی. خب نگاه به صفراش نکنی، نگاه کنیم به سنگینی اون ماتریس، ببینیم کجا سنگین تره. این پایینش سنگینه، پس پایین مثلثیه. این بالاش وزنش بیشتره، پس بالا مثلثیه. اینم تعریف ماتریس های مثلثی که ماتریس های مربعی هستن که حالا یا بالای قطر اصلیشون صفره یا پایین قطر اصلیشون صفره، که خب به این صورت توضیح دادیم. یه مثال هم اینجا گذاشتیم، گفته که اگر ماتریس داده شده که یه ماتریس 3 در 3 بوده، یه ماتریس پایین مثلثی باشه. ببین گفتی پایین مثلثی وزن پایین ماتریس بیشتره. خب وقتی وزن پایینش بیشتره یعنی باید بالا صفر باشه. یعنی ببین باید یه کاری کنیم که این قسمت صفر بشه، بالای قطر اصلی رو باید صفر کنیم. پس میشه دو آمن های بی مساوی صفر، آ به علاوه بی من های 6 مساوی با صفر. اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم، بی با بی خط میخوره، میشه 3 آ مساوی 6 آ مساوی 2، و 2 رو میام اینجا میذارم، میشه 4 منهای بی مساوی با صفر و بی مساوی با 4 خواهد شد. خب آ به دست اومد، بی هم که به دست اومد، گفته حاصل ضرب آب رو به دست بیارید، 2 ضرب در 4 هم برابر با 8 خواهد شد. این هم میشه ماتریس پایین مثلثی که خب توضیحش رو دادیم. این از انواع ماتریس ها بود، مهمه توی حالا قسمت های تشریح توی امتحان هایی که برگزار میشه ممکن در موردشون بیاد، و تو تست هم که داریم میبینیم معمولا سوالی میاد که قرار از خاصیت این ماتریس ها، حالا یا ماتریس قطری یا ماتریس اسکالر و اینا استفاده کنیم. خب میریم یه قسمت دیگه، همینطور ماتریس ها رو که داریم توضیح میدیم و هی شاخ و برگ میدیم، میرسیم به تساوی ماتریس ها. ببینید دو تا ماتریس، دو تا از این حالا پترن های عددی کی با هم دیگه برابر میشن؟ زمانی که دو تا شرط داشته باشن. شرط اولش اینه که اون دوتا ماتریس ما هم مرتبه باشن. بچه ها هیچ موقع نمیتونه یه ماتریس 2 در 3 با ماتریس مثلا 1 در 5 برابر باشه. پس شرط اول این که دوتا ماتریس با هم دیگه مساوی باشن اینه که اون دوتا ماتریس هم مرتبه باشن، یعنی تعداد سطر و ستونای اون دوتا ماتریس با هم دیگه برابر باشه. این شرط اول. شرط بعدیش، آقا دوتا ماتریس رو که وقتی میذاری کنار هم دیگه، درایه های اینوری نظیرشون با درایه اونوری یکی باشه. یعنی مثلا درایه 1 1 این با درایه 1 1 این یکی برابر باشه، درایه 2 3 این با درایه 2 3 اون یکی برابر باشه. یعنی وقتی این دوتا رو کنار هم دیگه قرار میدیم دوتا ماتریس مثل هم ببینیم. این دیگه ساده شده شه. خب الان دوتا ماتریس اینجا به ما داده، گفته این دوتا ماتریس با هم برابرن. ببین مرتبه این 2 در 2ه، باید مرتبه این 2 در 2 باشه، که خب هست. خب حالا باید تک تک درایه هاشون با هم دیگه برابر باشن. ببین این 2 با این 2 برابره، این 1 باید با این 1 با این برابر باشه. پس تا اینجای کار x به علاوه 2 با 1 برابره، یعنی x میشه منفی 1. خب این تا اینجا. بعدی این عبارت اینجا باید با این عبارت برابر باشه. خب یعنی چی؟ x رو که به دست آوردی، منهای 1 به علاوه 2 y باید با 5 برابر باشه. 1 میره اونور میشه 6، 2 y مساوی 6 و y مساوی با 3 بود.
پس ما ایگرگ رو هم از اینجا به دست آوردیم. حالا من اینجا اگه خود عدد منهای یک و سه رو بذارم میشه منهای یک به علاوه شیش میشه پنج، یعنی درست در اومد. منهای یک رو بذارم یک به علاوه یک میشه دو. خب باز دوباره باید این درایه دو هم با این درایه زد به علاوه یک برابر باشه. پس زد به علاوه یک مساوی دو و زد هم مساوی با یک میشه. پس الان توی این ماتریس هم x هم z و هم انگاری y رو به دست آوردیم. خیلی راحتیه، تساوی دو ماتریس هم مرتبه بودنشون و بعد اینکه درایه های نظیرشون با هم دیگه برابر باشه. و خب یه سوال دیگه هم که توی امتحان نهایی اومده بودش که حالا ما به صورت تست اینجا آوردیمش، گفته ماتریس B به این صورتی که داریم میبینی، ببین همه درایه هاش به جز حالا این سه تا مشخص، و ماتریس آ هم، حالا این اشتباه خورده، و ماتریس آ رو هم به ما داده. ماتریس آ یه ماتریس 3 در 3 بوده که درایه هاش به این شکل تعریف میشن. یه ماتریس 3 در 3 داریم به این صورت که میتونیم تک تک درایه هاش رو حساب کنیم. ماتریس B رو داریم، ماتریس آ رو هم داریم، البته حالا درایه هاش حساب نکردیم هنوز. گفته این دوتا با هم برابرن. خب ببین وقتی دوتاش با هم برابرن بعدم گفته ام و ان و کار رو به دست بیار، خب مسلما من نمیرم 3 و 4 و 8 رو حساب کنم. چرا؟ چون وقتی حساب کنم اونا هم میشن 3 و 4 و 8. یا مشخصه که من 4 و 6 و 9 نمیرم حساب کنم، چون اینم میشه 4 و 6 و 9. پس اینا رو ما نمیریم حساب کنیم، اینا مشخصه. اگه هم یکی نبود سوال غلطه. چیزی که ما دنبالشیم این سه تا درایه اینجاست، اینا باید با هم برابر باشن. پس من تو ماتریسی که دارم فقط درایه های روی قطر اصلی رو حساب میکنم، آی یک یک، آی دو دو و آی سه سه. خب آی یک یک اگه بذارم توی این عبارت میشه یک به علاوه یک ضرب در یک میشه دو. آی دو دو میشه انگاری آی که بوده یک به علاوه یک ضرب در دو میشه سه. و بعد البته بعدی رو اشتباه نمیشه، اینا دو بودن، میشه دو به علاوه دو ضرب در دو. آره الان درست شد، دو ضرب در دو میشه چهار به علاوه دو میشه شیش. و بعدی آی سه سه میشه سه به علاوه سه ضرب در سه که میشه دوازده. نه به علاوه سه دوازده. خب این هم شیش. یعنی الان میگیم اونا که اوکی بودن این ستا هم بچه ها با این ستا برابر باشن. خیلی راحت ام مساویه با دو، ان منهای یک مساویه شیش که ان بوده هفت، و کای به علاوه یک مساویه دوازده که کا مساویه با یازده بوده. خب ام و ان و کا به دست اومد. جمع این ستا رو اگه داشته باشیم دو به علاوه هفته به علاوه یازده برابر با 20 خواهد شد و جواب هم که خب مشخصه و گزینه دو میشه. خب اینم از تساوی ماتریس ها. داریم میبینیم که حالا همیشه هم قرار نیست همه ماتریس رو توی این مدل سوالات حساب کنیم، اون درایه‌ای که لازمه رو به دست بیاریم. خب فکر می‌کنم برای امروز کافیه. مطالبی رو که ما گفتیم، یکی تعریف ماتریس رو داشتیم، اینکه چه جوری مثل اینجا از ماتریسی که بر حسب آی و جی بود به درایه‌های ماتریس برسیم، بعد اومدیم جلوتر انواع ماتریس ها رو گفتیم، ماتریس مربعی، ماتریس های خاص مثل ماتریس سطحی، ماتریس ستونی، و بعد ماتریس اسکالر، قطری و همانی رو تعریف کردیم. در آخر هم ماتریس های مثلثی بودن که این مثالی هم که اینجا بررسی کردیم در مورد تساوی ماتریس ها بود. خب ما در ادامه یه سری اعمال جبری جمع و تفریق و ضرب روی ماتریس ها داریم که چون خب همینجور که داریم میریم جلو مطالب مهمتر میشه، خب میتونیم مطالب بیشتری رو بگیم وقتی مفاهیم گفته میشه. و در کل فصل یک رو خیلی دوست دارم، فصل ساده و روونیه. انشالله که با هم دیگه پیش میریم، هر چه زودتر فصل رو سعی میکنیم تموم کنیم و انشالله درسای خوبم ازش بزنیم. برای امروز کافیه، انشالله ادامه مطالب رو میذاریم برای جلسه هفته آینده و اعمال جبری که روی ماتریس ها اعمال میشه. مرسی از توجهتون، انشالله که مطالب مفید بوده باشه و هفته آینده باز میبینم ایتون.
در پناه خدا باشین. خدا نگهدارتون.